رفتار عجیب و خارج عرف محمد صادقی و عکس‌های جنجالی که از خودش به تازگی منتشر کرد. سلام، امران همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومد. محمد صادقی، بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون که سال گذشته جنجال و حاشیه‌های زیادی سر حرکت‌های سیاسی و بازداشتش داشت، هر چند وقت یک بار یه سری تصاویر و حاشیه جدید درست میکنه. اون به تازگی یه سری تصاویر از خودش در پیج شخصیش منتشر کرد که گویای این بودش که انگار تغییر جنسیت هم داده. اون قبلا هم عکسای از خودش منتشر کرده بود و میگفتش که من حس میکنم جنسیت مشخصی ندارم، نه مرد هستم نه زن. اون حتی چند وقت قبل هم یه سری عکس از خودش منتشر کرده بود و گفته بودش که شاید بخوام پرنستار بشم، به کسی چه. محمد صادقی که سالها کار تئاتر و بازیگری سینما و تلویزیون رو انجام میداد، دوران معروفیت و محبوبیتش خیلی کوتاه بود. اون توی اواخر دهه 90 در چند سریال و فیلم سینمایی خوش درخشید که همون آخرین درخشش هاش به عنوان بازیگر بود. اون در سریال مانکن و سریال تلویزیونی افرا هم حضور درخشانی داشت، ولی خیلی زود دوران افول رو طی کرد و سال گذشته هم خودش رو درگیر فعالیت‌های سیاسی و اعتراضی کرد که در نهایت هم منجر به فرارش از ایران شد. اون در تیر ماه سال 1402 ویدیوهای اعتراضی رو به گشت ارشاد و پلیس انجام دادش که همین باعث بازداشتش شد. به خاطر صحبت‌های تندی که کرده بود و تهدیدی که پلیس رو انجام داده بود، اون رو به 5 سال حبس محکوم کرد. در نهایت هم با قید وثیقه خونه مادرش از زندان آزاد شد، ولی بلافاصله بعد از آزادی از کشور به صورت غیرقانونی فرار کرد و وثیقه ملکی مادرش رو هم مصادره کرد. در تیر ماه 1402 و همزمان با انتشار یه ویدیو از زنی معجبه که قصد سوار کردن زن دیگر رو بابت عدم تمکین از حجاب به یک ون رو داشت، محمد صادقی با انتشار پیامی تصویری در اینستاگرام خودش از این عمل ابراز انزجار و خشم نموده بود و گفتش با دیدن این تصاویر باعث میشه که اون تحریک بشه که این افراد رو به قتل برسونه. اون بعد از انتشار این ویدیو در صبح 25 تیر ماه در صفحه شخصی اینستاگرامش لایوی رو پخش کرد که نشون میداد ماموران اطلاعاتی قصد ورود به خونه اون رو دارن. اون سپس برای فرار سعی کرد از بالکن آویزون بشه که ماموران با اعزام ماشین آتش نشانی وی رو بازداشت کردن. خبرگزاری شرق از دستگیری اون با عنوان بازداشت مروج همجنس بازی یاد کرده بود. در نهایت بعد از 25 روز بازداشت، در روز 30 مرداد 1402 ایشون با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدن، ولی پروندهشون همچنان باز و در جریان بود تا حکم نهاییش صادر بشه که حکم نهایی حدوداً یک ماه پیش بودش که ابلاغ شد و توی این حکم محمد صادقی به 5 سال زندان محکوم شدش. محمد صادقی متولد 22 فروردین ماه سال 1372 در شهر تهران هست. فارغ التحصیل لیسانس رشته مدیریت اجرایی با گرایش صنایع که از 18 سالگی کارش رو با تئاتر شروع کرد و تونست با سریال مانکن و افرا به شهرت برسه. این بازیگر اصالتاً مازندرانی هستش. خودش میگه مادرم آملی و پدرم بابلیه. زیاد به شمال میریم. پدرم رو در 7 سالگی از دست دادم و مادرم پرستار بازنشسته بیمارستان و به سختی تونست من رو بزرگ بکنه. محمد صادقی از سال 91 بازیگری رو با کلاس‌های استاد حمید سمندریان آغاز کرد و از ترم دوم دانشگاه وارد تئاتر شد و یکی از شانس‌های زندگی اون آشنایی با مسعود دلخواه بود. از جمله تئاترهایی که این بازیگر بازی کرده میتونیم به شاهلیر مسعود دلخواه، آماده جواد مولانیا، گالیله و چندین تئاتر دیگه اشاره بکنیم. محمد صادقی شروع شهرتش با سریال مانکن حسین سوهیلی زاده بودش. خودش در مورد همکاریش با سوهیلی زاده میگه آقای حسین سوهیلی زاده چندین سال پیش برای سریال پریا از بازیگران تست میگرفت و از کار من هم راضی بود، اما اون زمان نشد که با هم کار بکنیم. بعد از اون سال 97 برای سریال مانکن از من دعوت کرد که خوشبختانه موفق شدم توی آزمون‌ها قبول بشم و تجربه خوبی در نقش آپتین برایم رقم خورد.
محمد صادقی در مورد نقش‌های مختلفی که بازی کرده میگه من نسبت به نقش‌هایی که بازی میکنم خیلی گارد ندارم، به این خاطر که احساسم برای بازی کردن تیپیکال نیست، مگه کارگردانی بخواد کاراکتر خط‌کشی شده ای رو بازی بکنم. نقشم در سریال مانکن واقعا میتونست من رو نابود کنه و نقش‌های این شکلی مثلا بازی کردن روی ویلچر میتونست برای من به حکم نابودیم در کارم خط بشه. محمد صادقی در تابستان 1400 با سریال افرا به کارگردانی بهرنگ توفیقی اولین تجربه بازی در قاب تلویزیون رو با نقش پیمان تجربه کرد. خودش میگه آشناییم با آقای توفیقی اتفاق مهمی برام به شمار میاد، برای اینکه بعد از این آشنایی احساس کردم هنوز هم هنر شکل میگیره. محمد صادقی در مورد دو کاراکتری که در سریال افرا و مانکن بازی کردش میگه این دو کاراکتر خیلی با شخصیت من فاصله داشت و درک این موضوع برام یه چالش بزرگ بود که خوشبختانه تونستم باهاش کنار بیام. محمد صادقی میگه هیچ وقت دوست ندارم که وقتی نام من میاد فقط یکی از شخصیت‌هایی که بازی کردم در ذهن مخاطب نقش ببنده. دوست دارم نقش‌های متفاوت بازی کنم. دوست دارم انقدر نقشام متفاوت باشه که هیچ کس من رو با یه نقش خاص به یادش نیاره. الگوهای زیادی هم ایرانی و هم خارجی دارم. الگوهای خیلی قدیمی هم نیستن، به این خاطر که سینمای قدیم ایران رو اصلا ندیدم. از بین بازیگران جواد عزتی، شهاب حسینی و هوتن شکیبا رو خیلی دوست دارم و با تمام نقشایی که بازی کردن خاطره دارم. تجربه همکاریم با محمد رضا فروتن رو هم خیلی دوست داشتم، بیشتر به این خاطر که برام الگوی بازیگری بود، برام به عنوان یه روانشناس در کنار کارم تونستم ازش چیزهای زیادی یاد بگیرم. جالب بدونید که محمد صادقی کار ورزش هم بوده، اون یه تکواندو کار حرفه‌ای و از 10 سالگی این رشته رو به صورت جدی دنبال می‌کرده. حتی مقطعی هم به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شد، در باشگاه سایپا هم بازی کرده. علاوه بر تکواندو اون کار کوهنوردی هم انجام میده و اوقات فراغتش رو بیشتر در کوه میگذرونه. بسیار کم حرف و بسیار ساکته و زیاد اهل جنب و جوش و شلوغی نیستش. از آثار این بازیگر میتونیم به سریال مانکن، سریال افرا و سریال بی همگان اشاره بکنیم و کارهای تئاتر اون هم به شاهلیر، آرش، آمادوس و گالیله اشاره داشته باشیم. حتما نظرتون رو راجع به محمد صادقی برام تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.